سکر و تازاکی بی بیرنگ و سالهای زیارتش نوشته هاروکی موراکامی ترجمه امیر مهدی حقیقت با صدای هلیا مقصودی قسمت دوم پنج روز بعد از گفتگویشان در کافهی در ابیسو سکرو از کامپیوترش به سارا ایمیل زد و به شام دعوتش کرد. جواب سارا از سنگاپور آمد. نوشته بود دو روز دیگر برمیگردم ژاپن. شنبه شب آزادم که می شود فردای روزی که برگشتم. خوشحال شدم تماس گرفتی. چیزی هست که میخواهم خواهم دربارش با تو حرف بزنم. <applause> چیزی هست که باید دربارش حرف زد. سکو رو اصلا نمیدانست ممکن است چه چیزی باشد. ولی فکر دیدن دوباره سارا سر حالش آورد و یک بار دیگر فهمید چقدر سارا را می خواهد. وقتی مدتی نمیدیدش انگار چیزی حیاتی در زندگیش کم میشد و دردی خفیف در سینهش می نشست. مدت بود چنین حالی نداشت. با این حال سه روز پس از این نامنگاری برای سوکورو روزهای پرفشاری بود چون مأموریت ناگهانی و غیرمنتظره ای پیش آمد طرح استفاده مشترک از یک خط مترو به مانع برخورده بود چون معلوم شده بود تفاوت در شکل های قطار سبب بروز یک مشکل ایمنی شده و به همین دلیل در چند ایستگاه قطار تعمیرات فوری لازم شده. سوال سکرو این بود که چرا درباره همچو مسئله حساسی از پیش به ما خبر ندادند کار سکرو این بود که برنامه و زمانبندی تعمیرات را مشخص کند. تقریبا شبان روزی کار می کرد. ولی همچنان می توانست تقویمش را از عصر شنبه تا صبح یک شنبه خالی کند. شنبه با همان کت و شلوار کاری از دفتر بیرون زد و سمت آویاما رفت سمت جایی که قرار بود سارا را ببیند در مترو به خوابی عمیق فرو رفت و نزدیک بود از تغییر خط آکاساکا و میتسوکه جا بماند. وقتی سارا دیدش گفت انگار خسته ای سوکورو هر قدر می توانست مختصر و ساده دلیل گرفتاری چند روز گذشتهاش را توضیح داد. گفت تصمیم داشتم برم خونه دوش بگیرم و لباس بهتری بپوشم ولی مجبور شدم یک راست از سر کار بیام. سارا از کیسه خریدش جعبه دراز و باریکی را که کاغذ کادوی زیبایی داشت درآورد و به او داد. یک هدیه از طرف من به تو سکور و کاغذ کادو را باز کرد داخل جعبه یک کراوات بود کراوات ابریشمی آبی رنگ ساده و زیبایی توی فیریشاپ فرودگاه سنگاپور دیدمش فکر کردم بهت میاد ممنونم قشنگه بعضی مردا دوست ندارن کراوات هدیه بگیرن سکرو گفت من اینجوری نیستم. هیچ وقت خوشم نمیاد برای خودم کراوات بخرم. تو هم خیلی خوش سلیقه ای. سارا گفت خوشحالم. سکرو کراواتش را که راه راه باریک بود باز کرد و کراوات سارا را زد. کت و شلوار تابستانی سرمی به داشت با پیراهن سفید ساده و این کراوات آبی خوب بهش می آمد. سارا از بالای میز دست دراز کرد و با انگشتانی ماهر گره کراواتش را صاف کرد. عطر خفیف خوشایندش به دماغ سکرو خورد. خیلی بهت میاد. کراوات کهنه روی میز کهنه تر از چیزی که فکرش را میکرد به نظر می رسید. مثل عادتی ناپسند که از داشتنش خبر نداشته باشد. فکر کرد باید بیشتر به خودش برسد. در دفتر شرکت راهن ضرورتی حس نمیشد تا زیاد به لباس فکر کند. محل کارش تقریبا یک دست مردانه بود. همین که می رسید کراواتش را باز می کرد و آستینها را بالا می زد. بیرون از دفتر هم بیشتر وقتها سر ساختمان ایستگاه ها بود و اصلا مهم نبود چه کت و شلواری تنش باشد یا چه کراواتی بزند. پس از مدتی کم و بیش طولانی اولین بار بود که دوست دختری دائمی داشت. سارا پیش از این هیچ وقت به او هدیه ای نداده بود و هدیش سکرو را خوشحال کرده بود. سکرو فکر کرد باید ببینم تولدش کیه. باید چیزی بهش بدم. دوباره از سارا تشکر کرد و بعد کراوات کهنه را تا کرد و در جیب کتش گذاشت. در رستورانی فرانسوی در طبقه زیرزمین ساختمانی در آویاما بودند. سارا قبلا هم به این رستوران آمده بود. جایی بود بی تکلف و بی تجمل. با شراب ها و غذاهایی با قیمت معقول. به اغزی فروشی شبیه تر بود تا رستوران. ولی جایی که نشسته بودند فضای وسیع و بازی داشت که اجازه گفتگوهای راحت را میداد. رفتار پیشخدمتها هم دوستانه بود. یک تنگ شراب قرمز سفارش دادند و صورت غذاها را خواندند. سارا پیراهنی پوشیده بود با طرح ظریف گلدار و ژاکت نازک پشمی سفید ظاهرا هر دو مارکدار بودند سکرو نمیدانست سارا چقدر درآمد دارد ولی پیدا بود پول خوبی صرف کمد لباسهایش می کند. سر غذا سارا از کارش در سنگاپور گفت مذاکره سر قیمتهای هتل، انتخاب رستورانها، قطعی کردن برنامه حمل و نقل زمینی، برنامه ریزی برای سفرهای روزانه، خاطر جمع شدن بابت دسترسی به امکانات پزشکی. اینها مجموعه کارهایی بودند که برای راهندازی تور تازه باید انجام میشد. تهیه یک لیست دور و دراز، سفر به مقصد و تیک زدن تک تک قلم های این لیست. باید پیشا پیش به تمام مکان ها سر می زد تا مطمئن شود که هر قلم درست انجام شده. فرایندی بود بسیار شبیه کاری که شرکت سکرو وقت راهندازی ایستگاهی تازه می کرد. سکرو هرچه بیشتر به حرفهای سارا گوش می کرد. بیشتر می دید سارا چه کارشناس دقیق و وسواسی و کاربلدی است. سارا گفت فکر کنم مجبور باشم به زودی دوباره برگردم سنگاپور. تا حالا رفتی؟ نه نرفتم. راستش تا حالا هیچ وقت از ژاپن بیرون نرفتم. فرصتش پیش نیومده سفر کاری خارج از کشور داشته باشم. سفر تنها به خارج همیشه به نظرم پردرده سر اومده. سارا گفت سنگاپور شگفت انگیزه. غذاهاش فوقلاده است. کلی تفریگاه خوشگل و دم دست داره. خوب میشه اگه یه روز بتونم نشونت بدم. سکرو مجسم کرد چقدر عالی می شود اگر با سارا به خارج از کشور سفر کند. فقط خودشان دوتا. طبق معمول سکرو یک لیوان شراب خورد و سارا بقیه ی تونگ را تمام کرد. به نظر می رسید الکل روی سارا تاثیر ندارد و هرچه می خورد صورتش گل نمی انداخد. سوکورو برگونیون گوساله سفارش داد و سارا اردک بریان بعد از غذا سارا این پا پا کرد که دسر هم سفارش بدهد یا نه و آخرش تصمیم گرفت که سفارش دهد سوکورو فقط قهوه خورد سارا همانطور که چای آخر را هرت می کشید گفت از بار آخر که دیدمت به یه سری چیزا فکر کردم. به اون چهار تا دوستت توی دبیرستان به اون جمع خوب و پر ای که به هم داشتی سکر خفیف سر تکان داد و منتظر شد سارا ادامه بدهد از نظر من قصه جمع شما واقعا چیز جالبیه شاید چون خودم هیچ وقت چنین چیزی رو تجربه نکردم سکرو گفت شاید بهتر بود من هم تجربه نمی کردم چرا؟ چون آخرش ضربه خوردی؟ سکو رو به تایید سرتکان داد سارا چشمها را باریک کرد و گفت می فهمم چه احساسی داری ولی حتی اگه آخرشم برات بد تموم شد و صدمه دیدی بازم فکر می کنم آشنا شدنت با اونا برات اتفاق خوبی بوده کم پیش میاد آدما اینقدر به هم نزدیک بشن وقتی فکر کنی پنجتا تا آدم هر پنج تاشون چنین رابطه‌ای با هم داشتن خب دیگه از معجزه کمتر نیست سوکورو گفت قبول دارم یه جور معجزه بود فکر میکنم برای من اتفاق خوبیم بود ولی باید بگم که درست به همین دلیل وقتی این ارتباط از بین بره یا در مورد من که بهتره بگم این ارتباط یک پاره بشه اون وقت شوک خیلی بدتری به آدم داده میشه. احساس انزوا، تک افتادن برای حال بد اون روزام این کلمه ها خیلی معمولی هن. ولی الان بیشتر از 16 سال از اون دوران گذشته تو الان یک آدم جا افتاده ای سی و هفشت سالته درد اون موقع ممکنه واقعا وحشتناک بوده باشه ولی به نظرت وقتش نشده که دیگه باهاش کنار بیای؟ سکرو تکرار کرد باهاش کنار بیام؟ منظورت دقیقا چیه؟ سارا دستها را گذاشت روی میز. هر ده انگشتش را اندکی از هم باز کرد. در انگشت کوچک دست چپش انگشتری داشت با نگینی کوچک و بادامی شکل. مدتی به انگشترش خیره شد. بعد سرش را بلند کرد. احساس می کنم وقتش رسیده که ته و توش و در بیاری چرا دوستات یهو اونقدر بی مقدمه تو رو کنار گذاشتن یا شاید مجبور شدن کنار بذارن سکرو آمد بقیه قهوهش را بخورد ولی دید فنجانش خالی است و گذاشتش توی نلبکی فنجان با تق بلند غیر منتظری به نلبکی خورد پیشخدمت در واکنش به این صدا به عجل خودش را رساند و لیوانهاشان را آب یخ کرد. سکرو صبر کرد پیشخدمت برود. بعد حرف زد. بهت که گفتم. میخوام این قضیه رو پاک از ذهنم بیرون کنم. یواش یواش موفق شدم روی این زخم و ببندم و یه جورایی دردش برام تموم شده. وقت زیادی برده. حالا که این زخم بسته چرا دوباره باید بازش کرد میفهمم ولی شاید فقط از بیرون به نظر میرسه که زخم بسته شده سارا به چشمهای او خیره شده بود و آهسته حرف میزد شاید توی زخم زیر دلمه هنوز خون بند نیومده باشه و بی صدا خون ریزی کنه به این فکر کردی؟ سکرو فکر کرد ولی جواب خوبی برایش نداشت میشه اسم کامل اون چارتا رو به من بگی؟ با اسم دبیرستانتون رو با سالی که فارغ و تحصیل شدین، کالج هایی که رفتن، آدرس جاهایی که آخرین بار باهاشون در تماس بودی؟ اینا رو میخوای چیکار؟ میخوام تا جایی که بتونم بفهمم الان کجا هستن و چی کار میکنن. نفس سکرو یک بار تنگ شد. لیوانش را برداشت و کمی آب سر کشید. برای چی؟ که بتونی ببینیشون باهاشون حرف بزنی که بتونن برات توضیح بدن چرا گذاشتنت کنار ولی اگه بگم دلم نمیخواد چی؟ سارا دستها را روی میز پشت و رو کرد حالا کف دستهایش رو به بالا بود همچنان یک راست به سکر و چشم دوخته بود بی اینکه یک آن نگاه از او بگیرد. پرسید میتونم رک باشم؟ حتما گفتنش ساده نیست دوست دارم بدونم چی فکر میکنی پس لطفا چیز رو که توی کلته بگو بار آخر که همدیگر رو دیدیم من بهت گفتم که دلم نمیخواد شب بیام خونت. یادت هست؟ میدونی چرا گفتم؟ سکرو سر تکان داد که نه. سارا گفت به نظر من تو آدم خوبی هستی. واقعا هم از تو خوشم میاد. البته نه مثل یک دوست معمولی. ولی فکر کنم تو یه جورایی یه مشکلات احساسی داری که هنوز حل نشده. سکر و ساکت نگاهش کرد. حرف زدن از این موضوع کم سخته. منظورم اینه که گفتنش ساده نیست. اگه در قالب کلمه درش بیارم انگار زیادی ساده میشه. نمیتونم معقول و منطقی توضیحش بدم، بیشتر یک چیز شهودیه. سکرو گفت من به شهود تو اعتماد دارم. سارا لبش را گاز گرفت و به جای دیگری نگاه کرد. انگار بخواهد فاصله ای را تخمین بزند. بعد گفت وقتی با هم بودیم حس می کردم انگار یه جای دیگه ای. جایی جدا از ما دو نفر. خیلی مهربون و نجیب بودی. فوقلاده بود ولی بازم سکرو دوباره فنجان قهوهش را برداشت هر دو دستش را دورش گرفت بعد آن را گذاشت روی نلبکی این بار بی این که صدا درآورد گفت نمیفهمم تمام مدت فقط داشتم به تو فکر می کردم. راستشو میگم اصلا یادم نمیاد جای دیگه ای بوده باشم. فکر کنم محال بود جز تو به چیز دیگه ای فکر کنم. شاید. شاید واقعا هم به من فکر میکردی. اگه میگی من حرف تو باور میکنم ولی چیز دیگه ای هم توی سرت بود. دست کم من بین خودمون یه جور فاصله حس کردم. شاید اینو فقط زنها تشخیص میدن. در هر حال میخوام بدونی که حتی اگه خیلی هم از تو خوشم بیاد نمیتونم اینجور رابطه رو مدتی طولانی ادامه بدم. من انحصار طلبتر و رکتر از چیزی هستم که نشون میدم. اگه میخوایم رابطه جدی داشته باشیم نمیخوام چیزی هر چی که هست این چیز تعریف نشدنی بین من و تو فاصله بندازه. متوجهی میخوام چی بگم؟ میخوای بگی دیگه نمیخوای منو ببینی؟ نه اینو نمیگم. با دیدن تو و اینجور حرف زدن ها مشکلی ندارم. خیلی هم لذت میبرم. ولی نمیخوام به خونت بیام. یعنی نمیتونی با من خلوت کنی؟ سارا بدون تعارف گفت، نمیتونم. چون که من مشکلات احساسی دارم؟ آره، تو مشکلاتی داری که داری دنبال خودت میکشیشون. چیزهایی که ممکنه خیلی عمیق‌تر از اون باشن که فکر میکنی. ولی فکر کنم اینها از اون دست مشکلاتی هستند که اگه واقعا تصمیم بگیری بتونی از پسشون بر بیای. درست همون جور که بخوای ایرادهای یک ایستگاه قطار رو رفع کنی. لازمش اینه که اطلاعات ضروری رو جمع کنی. یک طرح اصولی اولیه تهیه کنی. برنامه ریزی و زمانبندی دقیق کنی و از همه مهمتر اولویت هات رو بذاری جلوت. برای این کارم لابد لازم اون چارت ها رو دوباره ببینم و باهاشون حرف بزنم. داری اینو میگی؟ سارا به تایید سرتکان داد. لازم یک راست چشم تو چشم گذشته نگاه کنی. نه مثل یک پسر بچه ساده دل زخمی مثل یک آدم بزرگ حسابی که روی پای خودش ایستاده. اونم نه برای اینکه چیزی رو که دلت میخواد ببینی. نه. برای اینکه چیزی رو که باید ببینی. وگرنه بقیه عمرت این بار رو همینطوری دنبال سر خودت این ور اون میکشونی. برای همینه که میخوام اسم این چهار دوست تو به من بگی. اول از همه با این شروع میکنم که بفهمم الان هر کدومشون کجان. چطوری این کار رو میکنی؟ سارا با تعجب سرتکان داد. تو دانشکده مهندسی رفتی ولی با اینترنت کار نمی کنی؟ اصلا اسم گوگل یا فیسبوک به گوشت نخورده؟ برای کار از اینترنت استفاده می کنم. با گوگل و فیسبوک هم آشنا ولی خیلی کم سراغشون میرم صرفا خوشم نمیاد. سارا گفت پس بسپرش به من. من واردم. بعد از شام پیاده به شیبویا رفتند. شبی دلپذیر بود. اواخر بهار و ماه زرد رنگ بزرگ را مه پوشانده بود. هوا نم خفیفی داشت. لبه پیراهن سارا کنار سکرو در نسیم به زیبایی باد میخورد. سکرو قدم زنان او را تصور کرد و به دوباره با او بودن فکر کرد. با اینجور جور امیال مشکلی نداشت. در هر صورت اینها امیال طبیعی یک مرد بالغ سالم بودند ولی شاید در هستش در آن بن ریشه همانطور که سارا گفته بود چیزی غیر منطقی غریب و نامعمول و گیر و خوابیده بود واقعا نمیدانست هرچه بیشتر به مرز بین خداگاه و ناخداگاه فکر می کرد، اطمینانش به هویت خودش کمتر و کمتر میشد. شد. سکرو مکسی کرد، بعد حرف زد. درباره حرفی که اون روز بهت زدم، باید یک نکتهی رو تصیح کنم. سارا که کنارش راه می رفت کنج کاف شد و نگاهش کرد. چی؟ من چند تا رابطه داشتم ولی از هیچ کدومشون چیزی در نیومد. به دلایل مختلف. بهت گفتم که همش تقصیر من نبود. یادم میاد. توی ده سال گذشته با سه چهار تا زن بیرون رفتم. رابطه ها هم کم و بیش طولانی و جدی بود. نه اینکه فقط خواسته باشم بازی گوشی کنم. اینکه هیچ کدوم به جایی نرسید تقصیر من بود. اونا ایرادی نداشتن. مشکل کجا بود؟ سکرو گفت آدم با آدم یه کمی فرق می کرد. ولی یک دلیل مشترکش این بود که من واقعا جذب هیچ کدومشون نبودم. منظورم اینه که ازشون خوشم می اومد. از بودن باهاشون لذت می بردم. کلی خاطره خوب هم دارم. ولی هیچ وقت خواستن هیچ کدومشون از خود بی خودم نکرد. یک جوری که از خورد و خوراک منو بندازه. سارا مدتی ساکت بود. سرانجام گفت پس با زنهایی که اونقدر را هم مجذوبشون نبودی ده سال رابطه های کم و بیش طولانی و جدی داشتی؟ تقریبا همین جوره. به نظرم که زیاد با عقل جور در نمیاد. مجبورم باهات موافق باشم. شاید نمیخواستی ازدواج کنی یا دست و پات بسته بشه. رو سرتکان داد. نه نه فکر نکنم اینجوری بوده باشه. من از اون آدماییم که دنبال صباتن. ولی هنوز یک چیزی بوده که از نظر روانی تو رو پس میزده. شاید. فقط میتونستی با زنایی باشی که مجبور نشی دل و روحت رو به روشون باز کنی. شاید میترسیدم اگه واقعا کسی رو دوست داشته باشم و وابستش بشم، یه روز یک هو بی هیچ توضیحی غیبش بزنه و تنها بمونم. پس خداگاه یا ناخداگاه همیشه بین خودت با زنهایی که باهاشون بیرون رفتی فاصله حفظ می کردی. یا شاید زنایی رو انتخاب می کردی که بتونی فاصلت رو با اونا حفظ کنی که ضربه نخوری. کم و بیش همین جوریه؟ سکر رو جوابی نداد. سکوتش حاکی از تایید بود. در عین حال این را هم می دانست که اصل مشکل این نبوده. سارا گفت اون وقت همین اتفاق ممکنه با من و تو بیفته. نه فکر نمی کنم با تو فرق میکنه واقعا میگم من دوست دارم با تو راحت حرف دلم و بزنم. صادقانه اینجوری احساس می کنم. برای همینه که دارم همه اینا رو بهت میگم. سارا پرسید دوست داری منو بیشتر ببینی؟ معلومه که دوست دارم. منم دوست دارم بیشتر ببینمت اگه بتونم تو آدم خوب و صمیمی و صادقی هستی پس اون چهار تا اسم رو به من بگو بعد تصمیم با تو وقتی من بیشتر ازشون اطلاعات جمع کردم اگه احساس کردی که نمیخوای ببینیشون مجبور نیستی جلو بری کاملا بستگی به تو داره ولی جدا از همه اینها من شخصا هم کنجکاوم میخوام از این آدما که هنوز روی دوشت سنگینی میکنن بیشتر بدونم سوکورو وقتی به آپارتمانش برگشت دفترچه جیبی کهنه ای را از کشوی میزش درآورد صفحه فهرست آدرس ها را باز کرد و اسم و آدرس و شماره تلفن چهار دوستش را که به آخرین تماسش با آنها مربوط می توی لپتاپش تایپ کرد. کی آکاماتسو یوشیو اومی یوزوکی شیرانه آری کورونو به این چهار اسم روی صفحه خیره شد. به خاطراتی که برایش تدایی میکردند فکر کرد و یک بار حس کرد گذشته و حال در سکوت در هم می انگار زمانی که باید مدتها پیش سپری شده باشد در هوای پیرامونش شناور باشد. مثل دودی بیبو و بیرنگ که از درز باریک در به داخل اتاق نشت کند. بالاخره در یک لحظه به سرعت به زمان حال برگشت. کلید را فشار داد و ایمیل را به آدرس سارا فرستاد. خاطر جمع شد که ایمیلش را فرستاده. بعد کامپیوتر را خاموش کرد و منتظر شد که زمان واقعی دوباره برگردد. شخصا کنجکاوم. میخوام از این آدما که هنوز روی دوشت سنگینی میکنن بیشتر بدونم. سکرو توی تختش دراز کشید و فکر کرد سارا راست میگوید. این چهارتا هنوز به من چسبیدند. شاید محکمتر از چیزی که سارا اصلا تصورش را هم بکند. آقای قرمز، آقای آبی خانم سفید خانم سیاه شبی که هایدا حکایت جوانی های پدرش را برای رو تعریف کرد و نقل دیدارش را با پیانیستی به نام میدوری کاوا در مهمانسرای چشمه آب گرمی در دل کوهستان کیوشونو گفت چند اتفاق عجیب افتاد. سکرو در تاریکی از خواب پرید. صدای تقطقی آهسته از خواب پرانده بودش. صدایی مثل صدای شن ریزه هایی که به پنجره بخورد. شاید صرفا خیال کرده بود ولی مطمئن نبود. خواست ساعت زنگدار پاتختی را نگاه کند. ولی نمی توانست گردنش را بگرداند. همه ی تنش بی حرکت بود. کرخ نبود ولی وقتی میخواست بدنش را حرکت بدهد نمی توانست. ارتباط مغز و عضلاتش قطع شده بود. اتاق غرق تاریکی بود. وقتی کمترین نوری در اتاق بود سکر و خوابش نمیبرد. و هر وقت میخواست بخوابد همیشه کرکره ها را محکم میبست تا هیچ نوری از بیرون وارد نشود. با این حال حضور کس دیگری را در اتاق حس میکرد. حس میکرد کسی در تاریکی پنهان شده و نگاهش میکند. هر که بود مثل جانوری که استتار کند نفسش را حبس کرده بود بویش را مخفی کرده بود، رنگش را عوض کرده بود و پس پسکی درون سایه ها خزیده بود. با این حال، سکرو یک جورهایی میدانست که او کیست. هایدا، آقای خاکستری خاکستری ترکیب سفید و سیاه است. کافیست رنگش را یک پرده عوض کنی تا به سادگی به سوی درجه های مختلف تیرگی بلغزد. هایدا کنج اتاق تاریک ایستاده بود و زل زده بود به سکرو که تاق باز روی تخت افتاده بود. انگار در پانتومیم نقش مجسمه را بازی کند و جم نخورد. تناقض غریبی پیش آمده بود. هایدا تصمیم گرفته بود کاملا بی حرکت باشد و سکرو میخواست حرکت کند ولی نمیتوانست. سکرو فکر کرد باید چیزی بگویم باید حرف بزنم و این تعادل موهوم را به هم بزنم. ولی صدایش در نمی آمد. لبهایش نمی جنبید. زبانش خشک شده بود. تنها چیزی که از گلویش در می آمد نفسهایی خشک و بی صدا بود. هایدا اینجا چه کار می کند؟ چرا اینجا ایستاده اینجور بر رو بر به من زل زده. سکرو به این نتیجه رسید که خواب نمی بیند. به خودش گفت همه چیز واضح تر از آن است که خواب باشد. ولی این را هم نمی توانست بگوید که آدمی که آنجا ایستاده هایدای, هایدای واقعی است. هایدای واقعی با گوشت و خون واقعی روی کاناپه اتاق کناری در خواب عمیقی فرو رفته بود. هایدایی که آنجا ایستاده بود باید یک جور فرافکنی، یک جور پرتو از هایدای واقعی باشد که خود را خلاص کرده و گریخته. سکرو چنین حسی داشت. سکرو این حضور را نه تهدیدآمیز میدید نه شرارت بار هایدا هیچ وقت به او آسیب نمیزد سکرو از این بابت مطمئن بود از اولین لحظه که هم را دیده بودند به صورتی غریزی فهمیده بود دوست دبیرستانیش آکا هم خیلی باهوش بود و نبوغ عملی و حتی به درد بخوری داشت. در قیاس با آکا نبوغ هایدا بیشتر تکرار مکررات بود و نظری تر. حتی محصور در خود. وقتی با هم بودند سوکرو اغلب نمی توانست بفهمد توی کله هایدا چه می گذرد. چیزی در مغز هایدا غلیان می کرد و از سوکورو پیش میافتاد ولی سوکورو نمیدانست چه جور چیزی است وقتی اینجوری میشد خود را سردرگم و جامانده و تنها میدید ولی این دوست جوان هیچ وقت دل نگران و اذیتش نکرده بود ذهن هایدا صرفا خیلی تند کار میکرد قلم رو به فعالیت ذهنیش بیش از حد گسترده بود و در سطحی به کلی متفاوت از ذهن سکرو میتاخت. سکرو وقتی این را فهمید دیگر دست و پا نزد خود را به هایدا برساند. در مغز هایدا قاعدتا یک جور مسیر تند رو کار گذاشته شده بود که مناسب شتاب افکارش بود. لازم بود هر آزگاه دنده عوض کند و به ذهنش اجازه بدهد مدتی بتازد. اگر نمیتاخت، اگر برای اینکه پا به پای سکرو کند بیاید یک سره با دنده سنگین حرکت می کرد، ممکن بود کلش داغ کند و کم کم ریپ بزند. دست کم سکرو چنین برداشتی داشت. بعد از مدتی هایدا از این مسیر بیرون می آمد و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد لبخند ملایمی می زد و بر می گشت همان جایی که سکر و آنجا انتظارش را می کشید. سرعتش را کم می کرد و باز هم پای سرعت ذهن سکرو می شد. چه مدت شده بود که هایدا خیره خیره نگاهش می کرد. زمان از دست سکرو در رفته بود. هایدا در این نیمه های شب همانجا ایستاده بود بی حرکت بی صدا خیره به او انگار چیزی داشت که میخواست بگوید انگار میخواست پیغامی را برساند ولی به دلیلی نمیتوانست حرفش را به قالب کلمه درآورد و این مشکل دوست جوان و باهوش سکرو را به طرزی غیر عادی عصبی کرده بود. سکرو همانطور دراز کش روی تخت یاد روایت هایدا از قصه میدوریکاوا افتاد. در سالن موسیقی دبیرستان میدوریکاوا پیش از اینکه پیانو بنوازد کیسه کوچکی را روی پیانو گذاشته بود. او در آستانه مرگ بود یا دست کم خودش اینطور گفته بود. توی آن کیسه چه بود؟ پیش از اینکه محتویات این کیسه معلوم شود قصه هایدا به پایان رسیده بود. سکرو سخت کنج کاف شده بود بداند درون این کیسه چه بوده و کسی را میخواست که از اهمیت آن برایش بگوید چرا میدوری کاوا کیسه را آنقدر با احتیاط روی پیانو گذاشته بود کلید گم شده داستان باید همین بوده باشد ولی جوابی نیامد بعد از سکوتی طولانی هایدا یا همزاد هایدا بی صدا از اتاق بیرون رفت. درست در لحظه آخر سکرو حس کرد صدای نفس سبک هایدا را شنیده ولی هنوز مطمئن نبود. مثل دود اود که در هوا بلعیده می شود، حضور هایدا کم رنگ و گم شد و پیش از اینکه که سکرو بفهمد باز در این اتاق تاریک تنها بود. هنوز نمی توانست بدنش را تکان بدهد. سیمهای ارتباطی میان اراده و ازولاتش همچنان بریده بود. پیچ متصل کننده این دو افتاده بود. از خودش پرسید چقدرش واقعی بوده. خواب نبود. توهم نبود. باید واقعی باشد ولی وزنی را که از واقعیت انتظار می رود نداشت. آقای خاکستری سکرو قاعدتا دوباره به خواب رفت ولی یک بار دیگر در خواب و رویا بیدار شد. به عبارت دقیق تر شاید اصلا خواب و رویا نبود. واقعیت بود. ولی واقعیتی آغشته به همه ویژگی های یک خواب. مرتبه دیگری از واقعیت جایی که در زمان و مکانی مخصوص قوه تخیل رها شود. دخترها در تخت بودند. مثل روزی که به دنیا آمده بودند. از دو طرف خود را به او چسبانده بودند. شیرو و کرو. مثل همیشه شانزده هفته ساله بودند. سکرو همه چیز را به وضوح حس می کرد. ساکت و حریص بودند. این نه چیزی بود که سکر رو میخواست نه حتی خیال تخیل کردنش را داشت نباید اتفاق میافتاد ولی خلاف ارادهش تصویرها واضح و واضحتر میشد و احساسها زنده تر و واقعیتر انگشتهاشان نرم و کشیده و ظریف بود چهار تا دست بیست تا انگشت مثل موجوداتی نرم تن و نامرئی که در تاریکی متولد شده باشند وجب به وجب سکر را کاویدند حس می کرد قلبش سخت به هیجان آمده چنان که تا کنون تجربهش نکرده بود. انگار مدتی در خانه زندگی کرده باشد و ناگهان اتاقی مخفی در آن کشف کرده باشد قلبش میلرزید با صدا مثل یک نقاره دست و پاهایش همچنان سر بود و نمی توانست حتی انگشتی را تکان بده دخترها نرم و سبک خود را دور او در هم می پیچیدند. نفسهاشان با نفسهای او در هم می آمیخت و یکی می شد مثل آبهای رودی که از دور دستها می آید و رازگونه در کف تاری که دریا روی هم فرو می قلدن. سکرو سرانجام خود را با شیرو دید. شیرو و کرو در تمام مدت جوری رفتار می کردند انگار همه چیز روندی طبیعی است. انگار که اصلاً مجبور نبودند در بارش تجدید نظر کنند. تردیدی در کارشان نبود. هر دو نوازشش می کردند ولی سکرو، حالا با شیرو بود چرا شیرو سکرو در میانه سردرگمی عمیقش از خود پرسید چرا باید شیرو باشد قرار است همه با هم برابر باشند قرار است یکی باشند فراتر از آن نمیتوانست فکر کند ولی شاید حس زمان به کلی از دستش در رفته بود. در هر حال میلی توقف ناپذیر بود و مثل موجی عظیم که بر سرش فرو بریزد بیهشدار او را در خود غرق کرده بود. ولی حالا میدید که هر دوی آنها ناپدید شدند. هایدا را دید. هایدا بی صدا بلند شد و به دستشویی رفت. سکرو صدای شرشر شیر آب را شنید. سکرو هنوز نمی توانست مرز بین خواب و خیال را تشخیص بدهد. مرز میان آنچه خیالی بود و آنچه واقعی. سکرو در تاریکی دنبال کلمه گشت نه برای اینکه رو به فرد خاصی بگوید فقط حس می کرد باید چیزی بگوید باید حتی یک کلمه پیدا کند که پیش از اینکه هایدا از دستشویی برگردد این فاصله سامت ناآشنا را پر کند ولی چیزی پیدا نمی کرد. تمام مدت آهنگی در سرش می چرخید. بعدها فهمید که ملودی لومل پی است سالهای زیارت. سال اول سوئیس. قمی بی جهت که با تماشای دشت به دل میافتد. سپس خوابی عمیق و یک او را در خود غرق کرد پیش از ساعت هشت صبح بیدار شد بلافاصله لباسهایش را وارسی کرد هیچ نبود گیج و سردرگم شده بود در خواب یا دست کم در جایی که واقعیت نبود قطعا اتفاق افتاده بود به شدت نشعیش هنوز مانده بود بعد یاد هایدا افتاد چشمها را بست و چهرش در هم رفت آیا واقعا این اتفاق افتاده بود؟ نه امکان نداشت هر جور نگاه کنی همش درون سیاهی ذهن من اتفاق افتاده. سکرو گیج و منگ از رخت خواب بیرون آمد. هنوز لباس خواب به تن داشت. پا به به آشپزخانه رفت. هایدا لباس بیرون پوشیده بود و روی کاناپه کتاب میخواند. در کتاب قطورش در دنیای دیگر غرق بود ولی همین که سکرو پیدایش شد کتاب را بست. سرها لبخند زد و رفت توی آشپزخانه که قهوه و املت با نان توست درست کند. طولی نکشید که بوی تازه قهوه در آپارتمان پیچید. بویی که شب را از روز جدا می کند. سر میز روبروی هم نشستند. صبحانه خوردند و موسیقی گوش کردند. با صدای کم. طبق معمول هایدا نان تست برشته برشته خورد. رویش یک لایه نازک اصل میمالید. مالید. هایدا هیجان زده از دانه های تازه قهوه‌ای که کشف کرده بود حرف زد و کیفیت برشته بودنش. ولی بعد ساکت شد و به فکر فرو رفت. شاید به کتابی که میخواند فکر میکرد. چشمهایش روی نقطه خیالی ثابت ماند. چشمهایی روشن و زلال که سکرو نمیتوانست چیزی از آنها بخواند. از آن نگاه های ممتد وقتی عمیقا به مسئله انتظاعی فکر میکرد. کرد. چشم هایی که همیشه سکرو را یاد چشمه کوهستانی میانداخت که از لابلای درختها گذرا دیده می شود. چیزی غیر عادی به نظر نمیرسید. صبح عادی روز یکشنبه. لایه نازکی از ابر آسمان را پوشانده بود و آفتابی ملایم میتابید. هایدا وقتی حرف میزد یک راست توی چشمهاش نگاه میکرد و سکرو از قیافهش چیزی نمیخوان. شاید راستی راستی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. سکرو نتیجه گرفت که حتما همه چیز توهمی بوده که ریشه در ناخداگاهش داشته. از این فکر شرم سار و سردرگم شد. او پیش از این هم خواب شیرو و کرو را دیده بود و این خوابها برایش چیز تازه نبودند. خوابها کم و بیش منظم سراغش می آمدند. همیشه بی اختیار و هر بار هم او را به اوج می رسندند. البته این اولین بار بود که خوابی این چنینی از اول تا آخر تا این حد تکان دهنده واضح و واقعی بود ولی چیزی که راستی راستی مات و مبهوتش کرده بود حضور هایدا بود سکرو تصمیم گرفت بیش از این کشش ندهد ممکن بود تا ابد به آن فکر کند ولی هیچ جوابی نگیرد این شک را داخل کشویی در ذهنش گذاشت و رویش برچسب زد بلا تکلیف هر گونه فکر بیشتری را به آینده موکول کرد از این جور کشوها درونش زیاد داشت که تردیدها و سوالهای بیشماری در آنها پنهان شده بود. بعد از صبحانه به استخر کالج رفتند و نیم ساعت شنا کردند. صبح یک شنبه بود و تقریبا همه استخر مال خودشان بود. توانستند با سرعت خودشان شنا کنند و از شنا لذت ببرند. سوکورو روی حرکت دقیق و کنترل شده عضلات مهمش تمرکز کرد. عضلات پشت، کمر، شکم، تنفس و پا زدن دیگر ملکه شده بود. وقتی به ریتم ثابتی می رسید، بقیه خودش پیش می رن. مثل همیشه هایدا جلو شنا می کرد و سکر رو پشت سر. هایدا شنا میکرد کرد و سکورو رو تماشا می کرد. مسهور کفهای سفیدی که از های نرم هایدا ریز و موزون براب می افتاد. این صحنه همیشه کم و بیش هیپنوتیزمش می کرد. وقتی دوش گرفتند و در رختکن لباس پوشیدند چشم های هایدا دیگران نور روشن و نافذ را نداشت. همان حالت ملایم معمولش را باز یافته بود. ورزش سردرگمی اولیه سکرو را کم کرده بود. با هم از سالن ورزش درآمدند و تا کتابخانه پیاده رفتند. در راه تقریبا حرف نزدند. ولی غیر عادی نبود. هایدا گفت باید توی کتابخونه دنبال چیزی بگردم. این هم غیر عادی نبود. هایدا دوست داشت توی کتابخانه دنبال چیزهایی بگردد. و معمولا منظورش این بود که میخواهم مدتی تنها باشم. سکرو گفت من برمیگردم رختار رو میبرم سالن لباسشویی جلوی در کتابخانه دستی برای هم تکان دادند و هر کدام به راه خود رفتند مدتی از هایدا خبری نشنید. هایدا نه استخر آمد، نه سر کلاس ها پیدایش شد. سکرو به زندگی انفرادیش برگشت. به تنها غذا خوردن، تنها شنا کردن، یادداشت برداشتن در کلاس، حفظ کردن واجه ها و جمله های خارجی. زمان بی اعتنام و تقریبا ردی از خودش به جا نمی گذاشت. گهگاه صفحه لوملدو را در گرامافون میگذاشت و گوش میکرد بعد از یک هفته بیخبری از هایدا سکورو به سرش زد که نکند دوستش تصمیم گرفته دیگر او را نبیند فکر کرد ممکن است بدون یک کلم خبر یا توضیح گذاشته و رفته مثل همان کاری که چهار دوستش در شهر خودش کرده بودند. سکرو کم کم به این فکر افتاد که دوست جوانش به خاطر خواب خاص واضحی که او دیده بود ترکش کرده. شاید هایدا به شکلی توانسته بود چیزی را که در ناخداگاه سکرو رخ داده بود ببیند و منزجر شده بود. یا شاید عصبانی نه محال بود محال بود این تجربه از خداگاهش بیرون لغزیده باشد هایدا از هیچ راهی نمی توانست بو ببرد با این حال سکرو نمی توانست این احساس را از خود دور کند که چشمهای روشن هایدا گیروگورهای پنهان وجود سکرو را پیدا کرده. از این فکر شرمش گرفت. در هر حال پس از اینکه هایدا ناپدید شد از نو فهمید که دوستش چقدر برایش مهم بوده و زندگی روزمرهش را چقدر به چیزی غنیتر و رنگا رنگ تر تبدیل کرده بود دلتنگ گفتگوهایشان شد و خنده های و و متفاوت های دا موسیقی هایی که دوست داشت کتاب هایی که گاهی بلند بلند میخواند. دیدگاهش به رخدادهای روز تنز منحصر به فردش جمله های قصاری که نقل میکرد و با آنها به هدف میزد، غذاهایی که می پخت. قهوه هایی که دم می کرد. هایدا رفته بود و پشت سرش خلعی در زندگی سکرو به جای گذاشته بود. هایدا در زندگی سوکورو چیزهای زیادی آورده بود ولی حالا سوکورو از خود می‌پرسید که خود او به هایدا چه داده خودش چه خاطراتی برای هایدا جا گذاشته بود سوکورو به خودش آمد و دید به این فکر می کند که شاید سرنوشت من است که همیشه تنها بمانم آدمها سراغش می آمدند ولی همیشه آخرش میرفتند. به جستجوی چیزی می آمدند ولی یا پیدایش نمیکردند یا چیزی که پیدا میکردند خوشحالشان نمی کرد. شاید هم توی ذوقشان میخورد یا حرسشان میگرفت و بعد میگذاشتند و می رفتند. یک روز بی این که خبر بدهند گم و گور می شدند. بی هیچ توضیحی بی خداحافظی انگار تبری بی صدا پیوندشان را ببرد پیوندی که هنوز میانش خون گرم جاری بود و نبزش هنوز میزد آرام آرام حتما چیزی درونش بود چیزی بنیادی که توی ذوق آدمها میزد بلند بلند گفت سکر و تازاکی بیرنگ من کلا هیچ چیزی ندارم که به بقیه بدم فکرش رو که میکنم حتی به خودم هم چیزی ندارم بدم. یک روز صبح ده روز بعد خداحافظیشان جلوی کتابخانه سر و کله هایدا در استخر کالج پیدا شد. سکرو همین که به دیواره ته استخر رسید و خواست برگردد کسی پشت دست راستش زد. سر بلند کرد و هایدا را دید که با مایوی شنا بیرون استخر چمبات مزده. عینک شنای سیاهش را بالای پیشانی گذاشته و لبخند خوشایند همیشگیش به صورتش لطفی داده. مدتی میشد همدیگر را ندیده بودند ولی چیزی نگفتند. صرفا سری تکان دادند و طبق معمول شروع کردند در یک مسیر شنا کردند. تنها ارتباطشان در آب حرکات منعطف ازوله ها بود و پازدن های نرم و موزونشان. هیچ نیازی به حرف نبود. هایدا بعدتر برایش توضیح داد که چند وقت برگشته بودم آکیتا شنایشان تمام شده بود. دوش گرفته بودند و هایدا داشت موها را با حول خشک می کرد. یه مسئله خونوادگی پیش اومده بود. سکرو سری تکان داد و جوابی محافظه کارانه داد. به هایدا نمی آمد که ده روز وسط تر بگذارد برود. او هم مثل سکرو حواسش بود از هیچ کلاسی جا نماند مگر اینکه واقعا مسئله ضروری پیش بیاید پس حتما چیز خیلی مهمی پیش آمده بود ولی هایدا از دلیل برگشتنش به خانه بیش از این چیزی نگفت و سکرو هم زیر فشار نگذاشتش. با این حال بازگشت بی قید دوست جوانش به سکرو این احساس را داد که انگار یک جورهایی توانسته هوای متراکمی را که ته سینهاش گیر کرده بود خالی کند انگار فشاری که روی سینهاش سنگینی میکرد برداشته شده بود در هر صورت دوستش ولش نکرده بود. هایدا با سوکورو باز مثل سابق شد. با هم حرف میزدند و غذا می خوردند. روی کاناپه مینشستند. به سیدی های کلاسیکی که هایدا از کتابخانه امانت می گوش میدادند. درباره موسیقی و کتاب هایی که خوانده بودند بحث می کردند. یا صرفا با هم بودند و سکوتی دوستانه را تقسیم می کردند. آخر هفته ها هایدا به آپارتمان او می آمد. تا دیر وقت حرف میزدند و آخر شب هایدا روی همان کاناپه می خوابید. هایدا یا همزادش دیگر هیچ وقت به اتاق خواب سکرو نیامد و توی تاریکی به او زل نزد. البته به فرض که بار اول واقعیت داشته بود. سکرو همچنان خواب شیرو و کرو را میدید ولی هایدا دیگر در آنها نبود با این حال سکرو حس می کرد که چشم های روشن هایدا آن شب در جانش نفوذ کرده و چیزی را که در ناخداگاهش بوده دیده. رد نگاه خیره هایدا هنوز میسوخت مثل یک سوختگی ملایم آن شب هایدا فانتزی ها و هوس های نهانی سکرو را مشاهده کرده بود یکی یکی وارسی و موشکافیشان کرده بود و با این حال دوست سکرو باقی مانده بود فقط وقت لازم داشته که از سکرو فاصله بگیرد که چیزی را که دیده بود بپذیرد. احساساتش را سر و سامان بدهد و خودش را جمع و جور کند. پس دلیل اینکه ده روز دوروبر سکرو نیامده بود همین بود. اینها البته صرفاً حدس و گمان بود. حدس و گمانی بی پایه و نامعقول حتی میشد اسمش را گذاشت توهم ولی این فکر دست از سر سکر رو بر نمی داشت و مستربش می گرد. از این فکر که لایه لایه از اعماق ذهنش اوریان شده باشد دچار این حس می شد که تا حد کرم رقتانگیزی زیر سنگی خیس سقوط کرده و با این همه سکور و تازاکی همچنان محتاج این دوست جوانتر از خودش بود بیشتر از هر چیز هشت ماه بعد اولین دیدارشان دو سه هفته مانده به بهار هایدا به کلی از پیش سکرو رفت و این بار هرگز برنگشت بعد امتحانات آخر سال نمره ها را که اعلام کردند هایدا به خانهش در آکیتا برگشت به سکرو گفت باید زود برگردم زمستونا توی آکیتا یخ و یخ بندون میشه و دست بالا دو هفته بتونم تو خونه طاقت بیارم. موندن توی توکیو خیلی ساده تره. ولی باید کمک کنم برف پشت بوم و پارو کنیم. برای همین باید یه مدت برم اونجا. ولی دو هفته گذشت و دو هفته شد سه هفته و هایدا به توکیو برنگشت نگشت تماسی هم نگرفت. سکرو اولش چندان نگران نبود. فکر کرد به هایدا در خانه بیشتر از چیزی که فکرش را می کرده خوش گذشته. یا شاید بیشتر از هر سال برف آمده. خود سکرو هم یک هفته مانده به بهار سه روز به ناگویا رفت. خوش نداشت برود. ولی نمی توانست برای همیشه هم نرود. البته در ناگویا لازم نبود برفی روی بام خانه پارو بشود ولی مادرش پی در پی به او زنگ میزد و میپرسید که اگر دانشگاه تمام شده پس چرا نمیخواهد به خانه برگردد سوکورو به دروغ میگفت یه پروژه مهم دارم که باید توی این ها تمومش کنم مادرش اصرار کنان می گفت ولی بازم باید بتونی دست کم چند روزی بیای خونه. یکی از خواهرهای بزرگترش هم زنگ زد و تاکید کرد که مادر چقدر دلتنگش شده. خواهرش گفت جدی جدی باید بیای خونه. حتی شده خیلی کوتاه سر بزنی. سکرو گفت خب باشه فهمیدم میام. در ناگویا هیچ وقت بیرون نمی رفت. جز شبها که سگ را به پارک می برد. می ترسید به یکی از چهار دوست سابقش بر بخورد مخصوصا بعد از اینکه خواب شیرو و کرو را دیده بود و در خیالش خود را به آنها تحمیل کرده بود. آن خوابها از اختیارش بیرون بود و آنها هم محال بود بفهمند چه دیده ولی آنقدر شجاعت نداشت که آن دو را در واقعیت ببیند در عین حال میترسید با یک نگاه به صورتش خبردار شوند که در خوابهایش چه گذشته و آن وقت بابت توهمهای کثیف و خودخواهانش سرزنشش کنند زور میزد به چیز دیگری فکر کند ولی آن دو همیشه تخیلاتش را میقااپیدند. مشکل اینجا بود که هرچه بیشتر خودداری میکرد خوابهایش بیشتر میشدند و تقریبا همیشه هم آن دو در آن حضور داشتند. برای همین نتیجه یکی بود، ولی در خواب دست کم تصویر آنها را به اراده خودش فرا نمی خاند. میدانست که دارد توجیح می کند ولی همین توضیح که از بن تعبیر متفاوتی از یک واقعیت بود کم اهمیت نداشت. مضمون خوابهایش کم و بیش همیشه یکی بود. ممکن بود زمینه و برخی جزئیات عوض بشود ولی همیشه آن دو دختر بودند. ولی در لحظه های آخر، ناگاه فقط شیرو را میدید. خوابها از تابستان سال دوم شروع شده بود. بعد از اینکه از جمع کنار گذاشته شده بود و دیگر فرصت هر جور دیدار دوباره این دو را از دست داده بود و بعد از اینکه تصمیم گرفته بود دیگر هرگز به این چهار دوست فکر نکند هیچ یادش نمی آمد پیش از آن چنین خوابهایی دیده باشد. این که چرا از این خوابها می دید معما بود. سؤال بیپاسخ دیگری که باید در ناخداگاهش ته کشوی بلا تکلیف ها می سرشار از حس درهم و برهم سرخوردگی به توکیو برگشت. هنوز اثری از هایدا نبود در استخر و کتابخانه هم پیدایش نمیشد به خوابگاه هایدا هم زنگ میزد و هر بار به او میگفتند هایدا نیست دید آدرس و شماره تلفن خانه هایدا در آکیتا را ندارد در همین ایام تعطیلات بهاره تمام شد و سال تحصیلی جدید شروع شد. سکرو حالا دانشجوی سال آخر بود. درختان آلبالو شکوفه دادند و شکوفه ها ریختند ولی هنوز خبری از دوست جوانش نشده بود. به خوابگاه هایدا سر زد. مدیر خوابگاه به او گفت که آخر سال تحصیلی گذشته هایدا فرم تخلیه را امضا کرده و تحویل داده. و بعد همه اسبابش را از آنجا برده. سکرو از شنیدن این خبر زبانش بند آمد. مدیر خوابگاه نمیدانست هایدا چرا از خوابگاه رفته یا ممکن است کجا باشد. شاید هم میدانست ولی ادعا می کرد نمیداند. سوکورو به دفتر رئیس اداره آموزش رفت و فهمید که هایدا مرخصی تحصیلی گرفته. دلیل درخواست مرخصیش محرمانه بود و بیش از این چیزی به سوکورو نگفتند. فقط فهمید که درست بعد امتحانات آخر ترم هایدا فرمهای مرخصی و تخلیه خوابگاه را پر کرده و تم رو مهرموم زده. آن روزها هایدا هنوز مرتب سکرو را میدید با هم در استخر شنا می کردند آخر هفته ها به آپارتمان سکرو می رفت تا دیر وقت گپ می زدند و شب همانجا می ماند با این حال از تصمیمش برای ترک دانشگاه چیزی به سکرو نگفته بود فقط گفته بود چند هفته میرم آکیتا. انگار چیز مهمی نباشد. بعد هم قیبش زده بود. سکرو فکر کرد شاید دیگر هیچ وقت نبینمش. هایدا به هر دلیلی تصمیم گرفته بود بی هیچ توضیحی برود. این اتفاق همینطوری نیفتاده بود. رفتارش حتما دلیل روشنی داشت. با این حال دلیلش هرچه بود سکر رو حس می کرد هایدا هیچ وقت بر نمی گردد. حدسش هم درست درآمد. دست کم تا مدتی که سکورو درس میخواند هایدا هیچ وقت دوباره برای ادامه تحصیل برنگشت تماس هم نگرفت سکرو آن موقع فکر کرده بود چه غیر عادی هایدا سرنوشت پدرش را تکرار می کند. وقتی هول بیست سالگی درسش را ول می کند و غیبش می زند، انگار پا جای پدرش می گذارد. یا نکند همه آن قصه ها درباره پدرش را از خودش درآورده بود آیا خواسته از خودش چیزی بگوید ولی وانمود کند برای پدرش اتفاق افتاده. قیبت هایدا این بار سکرو را به اندازه بار پیش گیج و سردرگم نکرد. از اینکه هایدا او را ترک کرده بود حس تلخی نداشت. بعد از دست دادن دوستش بیشتر حس می کرد آرامش خونسای غریبی بر زندگیش سایه انداخته. گاهی این فکر غریب به سرش می زد که هایدا تا حدی گناه سکرو و ناپاکی و زشتیش را به گردن گرفته و در نتیجه مجبور بوده بگذارد و دور بشود طبیعتا سوکورو بی دوستش خود را تنها میدید متاسف بود کار به اینجا کشیده هایدا دوست خوبی بود از انگوش شمار دوستهایی کتاب حال داشت ولی شاید اجتناب ناپذیر بود تنها چیزهایی که هایدا از خودش به جا گذاشته بود، آسیا به کوچک قهوهش بود، نصف بست قهوه، سه صفحه پیانو نوازی لازار برمان از لومل و خاطره چشمهایش با زلالی نامعمول و آن نگاه خیره. نیمه های بهار آن سال یک ماه بعد از اینکه سوکورو فهمید هایدا دانشگاه را ول کرده اولین بار با زنی رابطه واقعی پیدا کرد آن موقع 21 21 سال و نیمه بود از اول سال تحصیلی کارآموزی در یک شرکت معماری را شروع کرده بود آنجا نقش کشی می کرد و کسی که باهاش رابطه برقرار کرد زنی مجرد بود چهار سال بزرگتر از او که در محل کار با او آشنا شده بود. زن کارهای دفتری می کرد. کم و بیش ریز نقش بود با موهای بلند، چشمهای درشت، پاهای بینظیر، بدن ترکی و سفت و محکم. بیشتر جذاب بود تا زیبا وقتی میخندید دندانهای قشنگ سفیدش پیدا میشد از همان روز اول که سکرو کارش را شروع کرد با او مهربان بود و سکرو حس میکرد زن از او خوشش میآید سکرو با دو خواهر بزرگش بزرگ شده بود و همیشه دوروبر زنهای بزرگتر از خودش راحت بود این زن همسن خواهر دومش بود فرصتی پیش آمد که سوکرو به شام دعوتش کند بعد به آپارتمانش رفتند و آنجا دل به دریا زد و به او پیشنهاد داد زن فقط یک لحظه این پام پا کرد بعد پذیرفت با اینکه برای سوکورو اولین بار بود همه چیز روان و راحت پیش رفت نه سردرگم بود نه عصبی این شد که زن گویا متقاعد شده بود که سوکورو از بیشتر جوانهای همسن و سالش با تجربه تر است هرچند که تجربه سوکورو فقط به خوابهایش محدود میشد سوکورو واقعا از او خوشش میآمد زنی بود خوشفکر و جذاب و با اینکه تیزبینی و اندیشه ورزی های هایدا را نداشت راحت و سرخوش بود. سرشار از کنجکاوی و هم صحبتی با او لذت بخش بود. آشپزیش خوب نبود ولی از نظافت لذت می برد و ظرف مدت کوتاهی آپارتمانش را برق انداخت. پرده و ملافه و روبالشتی حوله و کفوش هممام را نو کرد. به زندگی بعد از هایدای سکرو رنگ و سرزندگی آورد. ولی سکرو نه از سر هوس تصمیم گرفته بود با او باشد نه علاقه. نه حتی برای فرار از تنهایی. شاید هیچ وقت به زبان نیاورده بود ولی میخواست به خودش ثابت کند گرایشش متفاوت نیست و توانایی دارد با یک زن واقعی باشد نه فقط در خواب هدف اصلیش جزی نبود و به هدفش هم رسید آخر هفته ها زن در آپارتمان سکرو می ماند. همانطور که مدتی نه قبلتر قبل تر هایدا می ماند. سر صبر ساعتها را با هم می گذراندند. گاهی تقریبا تا سپیده دم. همانطور که سکرو با او بود سخت میکوشید به چیزی ورای او و بدنش فکر نکند. تمرکز میکرد. کلید تخیلش را خاموش می کرد و تا جایی که می توانست همه چیزهای قایب از نظر را فراری می داد. شیرو، کرو و هایدارا زن از بودن با او لذت می برد و به نظر می رسید رازی است. سکرو به خودش می گفت همه چیز روبه راه است. پس من طبیعیم. به یمن رابطهشان دیگر از آن خوابها خبری نبود. هشت ماه با هم بودند و بعد هر دو به این نتیجه رسیدند که تمامش کنند. درست پیش از فارغ و تحصیلی سکرو بود. یک شرکت راهن به او پیشنهاد کار داد و کار پاره وقتش در شرکت معماری هم تمام شد. زن در مدتی که با سکرو بود دوست دیگری هم داشت در شهر خودش نیگاتا که از بچگی می و این خبر را روز اولی که با هم بودند به سکرو داده بود. حالا میخواست در ماه آوریل با آن دوستش ازدواج کند. برنامهش این بود که کارش را در شرکت معماری ول کند و به سانجو سیتی که نامزدش در آنجا کار میکرد برود. یک روز همانطور که دراز کشیده بودند برای سکورو تعریف کرد و گفت برای همین دیگه نمیتونم ببینمت. دستش را روی دست سکرو گذاشته بود. گفت آدم خیلی خوبیه. خیلی به هم میاییم. سکرو گفت دوست ندارم فکر کنم که دیگه نمی بینمت. ولی گمانم باید بهت تبریک بگم. زن گفت ممنون. بعد انگار پاورقی ریزی کنج برگه بزند اضافه کرد. شایدم یه روز شانس آوردم دوباره دیدمت. سکرو گفت عالی میشه. سردرآوردن آوردن از این پاورقی سخت بود. ولی ناگهان رفت توی این فکر که آیا با نامزدش هم همان جور خواهد بود؟ حال بدی پیدا کرده بود از اینکه میدید دیگر نمیتواند هر هفته ببیندش. میدانست که اگر بخواهد خوابهای واضح نبیند و بیشتر در حال زندگی کند به یک شریک دائمی نیاز دارد ولی ازدواج زن در هر صورت برای سکرو همچنان گام خوبی به جلو بود چون که جز علاقه اندک و میلی طبیعی احساسی به این زن نداشت. حالا سوکورو در آستانه شروع مرحله تازه‌ای در زندگی بود. وقتی سارا کیموتو به موبایلش زنگ زد، سوکورو داشت وقت کشی می کرد. سندهایی را که روی میزش کپه شده بود مرتب می کرد. چیزهایی را که نمیخواست دور میانداخت و خرت و پرت های کشوی میزش را سر و سامان میداد. پنج شنبه بود. پنج روز بعد از آخرین باری که دیده بودش. میتونی حرف بزنی؟ آره، امروز محض تنوع و سرسری کار میکنم. سارا گفت چه خوب، بعدش آزادی؟ حتی کوتاه من ساعت هفت قرار شام دارم ولی میتونم قبلش ببینمت. اگه بتونی به گینزا بیای واقعا ممنون میشم. سکرو نگاهی به ساعتش انداخت. میتونم تا پنج و نیم خودم رو برسونم. فقط به من بگو کجا ببینمت. سارا اسم کافه ای را نزدیک گینزا گفت. سکرو آنجا را میشناخت. سوکورو تا پیش از ساعت پنج کارهایش را ردیف کرد. از دفتر بیرون رفت و راهی گینزا شد. از غذا خوشبختانه کراواتی را زده بود که سارا بار پیش به او هدیه داده بود. وقتی رسید سارا توی کافه نشسته بود. قهوهش را سفارش داده بود و انتظارش را میکشید. چشمش که به کراوات افتاد صورتش روشن شد. لبخند زد و دو خط باریک دو طرف لبهایش شکل گرفت. پیش خدمت آمد و سکرو هم قهوه سفارش داد. کافه پر از آدم بود که بعد از کار دور هم جمع می شدند. سارا گفت ببخش که این همه راه کشوندمت. سکرو گفت نه برای من خوبه که گاهی تا گینزا بیام. فقط دلم می خواست می شد با هم بریم یه جای شام بخوریم. سارا لبها را جمع کرد و آه کشید. کاش می ولی امشب مجبورم برم یه شام کاری. آدم کله گنده ای از فرانسه اومده که باید ببرمش یه رستوران کایسکی گرون قیمت. از اینجور شما بیزارم، پاک عصبی میشم و اصلا نمیفهمم چی میخورم. سکرو متوجه شد که سارا بیش از معمول به سر و خودش رسیده. و دامن دست دوز اعلای قهوهی پوشیده بود و گل یقی زده بود که الماس ریزی وسطش برق میزد. دامنش کوتاه بود و جوراب ساق بلندی به پا داشت با طرح پرنقش و نگاری هم رنگ کت و دامنش سارا کیف دستی آلبالویی ورنیش را روی پایش گذاشت. درش را باز کرد و از داخلش پاکت نامه سفید بزرگی درآورد. توی پاکت چند برگه چاپی تا شده بود. در کیفش را تند و ظریف بست که صدای خوشایند داشت. از آن صداها که شاید انتظار داشته باشی کله آدمهای دوروبر از شنیدنش به چرخد طرفت. من ته و توی حال و روز این چهار تا دوستتو در آوردم. فهمیدم الان کجان و چی کار میکنن. درست همون جور که قول داده بودم. سکرو جا خورد. ولی هنوز یه هفته هم نشده. وقتی پای کار وسط باشه من خیلی زبر و زرنگم. همین که اصل مطلب رو بدونم ترتیب دادنش برام زیاد طول نمیکشه. من محال بود بتونم. هر کسی تخصصی داره. منم هیچ وقت نمیتونم ایستگاه قطار بسازم. پس الان میدونی این چارتا کجان؟ یه جورایی. سکرو تکرار کرد. یه جورایی. این حرف تنین غریبی داشت. یعنی چی؟ سارا جرعی قهوه خورد و فنجان را گذاشت توی نلبکی. مکسی کرد و ناخونهای لاک زدش را وارسی کرد. ناخونهایش زیبا بودند. به رنگ همان آلبالویی کیف دستیش. سکرو حاضر بود سر یک ماه حقوقش شرط ببندد که این لاک و کیف سارا تصادفا هم رنگ در نیامده. سارا گفت بذار همه چیزو به ترتیب بگم وگرنه خراب میشه. سکر رو سر تکان داد. باشه حتما هر جور راحتی. سارا تند توضیح داد که تحقیقاتش را چطوری انجام داده. با جستجوی آنلاین و شبکه های اجتماعی شروع کرده بود. از گوگل تا فیسبوک و توییتر و اطلاعاتی از زندگی آن چهار نفر ردیابی کرده بود. جمع کردن اطلاعات درباره آو و آکا سخت نبود. آنها در واقع اطلاعات شفاف خوبی از خودشان روی اینترنت گذاشته بودند که بیشترش مرتبط با کسب و کارشان بود. سارا گفت فکرش رو که بکنی یه جورایی عجیبه. ما توی دوره کم و بیش سرد و دل ای زندگی می کنیم. ولی دوروبرمون یه عالم اطلاعات از آدم ها ریخته. اگه بخوای میتونی مثل آب خوردن کلی از این اطلاعات جمع کنی. اون وقت بازم هنوز چیز زیادی از آدما نمیدونی. سوکورو گفت این جور حرفای فلسفی واقعا هم به سر و وضع امروزت میاد. سارا لبخند زد. مرسی. تحقیقات درباره کورو چندان ساده پیش نرفته بود. کورو انگیزه های شغلی نداشت که اطلاعات شخصیش را برای دنیا فاش کند. با این حال سارا بعد کلی جستجو سر از سایت گروه طراحی صنعتی هنرسرای شهرداری آیچی درآورده بود و بالاخره توانسته بود ردش را پیدا کند. هنرسرای شهرداری آیچی ولی کرو که قرار بود در کالج خصوصی دخترانه در ناگویا ادبیات انگلیسی بخواند سکرو حرفی نزد و سوالش را پیش خود نگه داشت سارا گفت زیاد چیزی ازش پیدا نکردم این شد که به خونه پدر و مادرش زنگ زدم یک قصه سر هم کردم که از هم کلاسی های سابقشم و دارم روی خبرنامه فارغ و تحصیلان کار میکنم و نشونی فعلیش رو میخوام. مادرش خیلی مهربون بود. کلی چیزی برام تعریف کرد. سکرو گفت حتم دارم خوب تونستی به حرف بیاریش. پیشخدمت آمد و خواست فنجان قهوه سارا را دوباره پر کند. ولی سارا دستش را به نشانه نه بالا برد. پیش خدمت که رفت سارا دنباله ی حرفش را گرفت. پیدا کردن اطلاعات درباره شیرو هم سخت بود هم آسون. هیچ جور اطلاعات شخصی ازش پیدا نکردم. ولی یه گزارش توی روزنامه پیدا کردم که هر چی لازم بود بفهمم فهمیدم. گزارش توی روزنامه؟ سارا لبش را گزید. اینجا قضیه خیلی حساس میشه. پس همون جوری که قبلنم گفتم بذار همه چیزو به ترتیب درستش تعریف کنم. اولین چیزی که میخوام بدونم اینه. اگه بدونی این چهارتا الان کجا هستن دلت میخواد دوباره ببینیشون؟ حتی اگه بفهمی بعضی از چیزایی که میخوام بگم اصلا خوشایندت نیست. چیزایی که بعدا با خودت بگی کاش نمیدونستی. سکرو به تایید سرتکان داد. نمیتونم حدس بزنم چه جور چیزایی ممکنه باشه. ولی آره تصمیم دارم هر چهارتاشون رو ببینم. تصمیممو گرفتم. سارا مدتی به صورتش زل زد. بعد شروع کرد. کرو الان فندلاند زندگی میکنه. خیلی کم میاد ژاپن. فندلاند با شوهر فندلاندی و دو تا دختر کوچیکش توی هلسینکی زندگی میکنه. برای همین اگه میخوای ببینیش، باید بری اونجا. سوکورو نقشه مبهمی از اروپا در ذهنش مجسم کرد. راستش من تا حالا سفر نرفتم و چند روزی مرخصی ذخیره دارم. شاید خوب باشه را آهنهای اروپای شمالی رو ببینم. سارا لبخند زد. آدرس و شماره تلفن خونش توی هلسینکی رو نوشتم. اینکه چرا با یک مرد فنلاندی ازدواج کرده و چطور سر از اونجا درآورده خودت میتونی تهاتوش رو در بیاری یا میتونی از خودش بپرسی ممنون همون آدرس و شماره تلفنش بسته اگه خواستی به فنلان سفر کنی من میتونم تو برنامه ریزی کمکت کنم چون که کارت همینه سارا تای برگه چاپی بعدی را باز کرد آو یوشیو و اومی از فروشنده های نمایندگی لکسوس در ناگویاست. ظاهرا کارش گرفته و تا حالا چند بار جایزه های بیشترین فروش رو برده. هنوز جوونه ولی همین الان رئیس بخش فروش اونجاست. سکرو پیش خودش این اسم را زمزمه کرد. لکسوس؟ سعی کرد آو را با کت و شلوار رسمی در سالن پرنور ماشین فروشی مجسم کند که دارد برای یک مشتری از صندلی چرمی و کیفیت رنگ یک سواری آخرین مدل تعریف می کند. ولی اصلا نتوانست چنین چیزی را مجسم کند. تنها چیزی که میدید آو بود با لباس ورزشی راگبی خیس عرق که با قوری چای بالی سرد را هرت می کشید و به اندازه دو نفر غذا می لنباند. جا خوردی؟ سکرو گفت یکم عجیبه ولی حالا که فکرشو می کنم می بینم آو باید احتمالا فروشنده خوبی باشه. آدم گو به خند و شوخیه و با اینکه زیاد خوش سر و زبون نیست ولی مردم بهش اعتماد میکنن. از اون آدمایی نیست که به کلک های دم دستی متوسل بشه. و اگه یه مدت خوب کار کرده باشه میتونم مجسم کنم که کارش گرفته. تا جایی که میدونم لکسوس ماشین با کلاس و قابل اعتمادیه. اگه ماشین فروش به این خوبی باشه یه دیدی در اولین ملاقات به من هم یه لکسوس انداخت. سارا خندید. آره شاید. سوکورو یاد پدرش افتاد و اینکه چطور هیچی جز بنز بزرگ چهار در سوار نمیشد. و مثل ساعت کوکی درست هر سه سال یک بار بنزش را با بنزین نوتر عوض می کرد. یا تعبیر بهترش این است که بی اینکه خودش کاری بکند ماشین فروش هر سه سال یک بار پیدایش می شد و بنزش را با یک بنز نو با امکانات کامل تعویز می کرد. ماشین ها همیشه جلا خورده بودند و بی حتی یک خش یا لک برق می زدند. پدرش هیچ وقت رانندگی نمی کرد ولی همیشه راننده داشت. شیشه ها همیشه دودی بودند برای همین توی ماشین دیده نمی شد. برق رینگ ها به برق سکه های نقره تازه ضرب خورده می ماند. وقتی در ماشینش را میبستی صدای محکم و سنگینی میداد شبیه صدای بستن گاف صندوق بانک داخل ماشین مثل اتاقهای مهرموم شده بود. وقتی توی سندلی های عقب فرو میرفتی، حس می کردی از همه سر و صدا و حیاهوی دنیای بیرون دور شده ای. سکرو هیچ وقت دوست نداشت سوار ماشین پدرش بشود. ماشینش همیشه زیادی ساکت بود. قلقله ایسگاه های راه آهن و قطارهای شلوغ پر از مسافر را خیلی بیشتر دوست داشت. آو بعد از درسش برای نمایندگی های تویوتا کار کرد. بعد که کمپانی مسیرش رو عوض کرد، نماینده فروش لکسوس شد. به خاطر آمارهای فروش چشمگیرش در سال 2005 منتقلش کردن به اینجا و مدیرش کردن. خداحافظ کرولا، سلام لکسوس. سارا دوباره مانیکور دست چپش را وارسی کرد. برای همین دیدن آو کار زیاد سختی نیست. کافیه یه سربری نمایشگاه لکسوس. اونجا میبینیش. سارا برگه بعدی را آورد. نسبت به آو آکا کی آکاماتسو زندگی طوفانی پرتلاتو می داشته. در دانشگاه ناگویا اقتصاد خونده و بالاترین نمره های کلاس رو گرفته و بعد برای یک بانک معتبر کار کرده. یکی از همین بانک ها که معروفند به بانک های عمده. ولی به دلایلی بعد از سه سال کارش رو ول کرده و استخدام یک مؤسسه اعتباری مالی کم و بیش معروف شده که سرمایش از بیرون ناگویا تامین میشه از این مؤسسه های اعتباری مصرف کنندگان که آوازه چندان خوبی هم نداشته تغییر اساسی غیر مترقبه ای در مسیر کاریش بوده ولی اونجا هم زیاد دوم نیاورده و بعد دو سال و نیم استعفا داده. این دفعه از جای سرمایه جور کرده و مؤسسه خودش رو زده که در کار برگزاری سمینارهای مهارت‌های زندگیه با یک مرکز آموزشی برای شرکت‌ها که اسمش رو گذاشته سمینار بازرگانی خلاق. کارش حسابی گرفته. اونقدر که حالا کلی کارمند داره و دفترش توی برجی وسط ناگویاست. اگر میخوای ازش بیشتر بدونی توی اینترنت خیلی ساده پیداش میکنی. اسم شرکتش هست فراسو. یکم قرتی بازی به نظر میاد. اینطور نیست؟ سمینار بازرگانی خلاق سارا گفت اسمش جدیده ولی در واقع با همین سمینارهای توسعه مهارت‌های فردی زیاد فرقی نداره. اساسا یک دوره شستشوی مغزی تند و است هست که روی آموزش کارمندهای عادی شرکت ها تمرکز میکنه. به جای کتاب مقدس کتابچه های آموزشی میخونن و ترفی و افزایش حقوق براشون معادل رستگاری و بهشته. یک دین جدید برای دوران پراگماتیک و البته خالی از هر جور عناصر فراتجربی مثل چیزهایی که توی دین پیدا میشه. همه چیز تئوریزه شده، دیجیتال، همه چیز خیلی شفاف، درکش هم خیلی ساده. آدمهایی هم که این سمینارها بهشون انگیزه های مثبت میده کم نیستن. ولی واقعیت سر جای خودش هست و اون اینکه این برنامه ها چیزی بیشتر از معجون هیپنوتیزم و سیستم فکری که به اهداف شرکت هاشون میخوره نیست. آش شول قلمکاری از چند تا نظریه و آمار به درد بخور به حال شرکت ها. ولی در هر حال این مؤسسه اسم و رسمی به هم زده و خیلی از شرکت های محلی باهاش قرار داد دارن. سایتشون میگه چند جور برنامه تازه دارن و تضمین میده که برای همه قابل توجه باشه. از برنامه های آموزش گروهی اردویی برای کارمندهای تازه بگیر تا جلسات تابستونی آموزش ضمن خدمت برای کارمندهای رده متوسط که در یک هتل مجلل برگزار میشه تا جلسه های نهار برای مدیران رده بالا دست کم سبک ارائه این سمینارها خیلی جذاب نشونشون میده تمرکزشون روی آموزش آداب تجارت و مهارت‌های درست ارتباطی برای کارمندهای جوانه. شخصا آخرین کاریه که دوست دارم بکنم. ولی میتونم بفهمم چرا برای شرکت جذابه. الان یک شناخت اجمالی پیدا کردی که از چه جور کاری داریم حرف میزنیم؟ سکرو گفت فکر کنم آره. ولی یه همچین کاری سرمایه کم و بیش کلانی لازم داره. آقا از کجا تونسته بیاره؟ پدرش که استاد دانشگاه صاف و ساده. تا جایی که می دونم وضع آنچنانی نداره و بعید می دونم حاضر شده باشه روی همچین کار ریسک پذیری سرمایه گذاری کنه. سارا گفت نمیدونم معماست ولی بذار این رو هم ازت بپرسم. تو که این آکاماتسو رو از دبیرستان میشناختی؟ آیا از اون جور آدمایی بود که در تالهش ببینی یه روز چنین مربی و مرشدی عذاب در بیاد؟ رو سرتکان داد. نه. بیشتر یه آدم سر و بیشیل پیله اهل درس میدیدمش آدم خوش ذهنی بود، فوقلاده باهوش، حرف و کلمه توی مشتش بود. ولی بیشتر وقتها هیچی از اینا رو بروز نمیداد. شاید نباید بگم ولی راحت تر بود توی سایه باشه. سرش به کار خودش بود. فکرش رو هم نمیتونم بکنم که جلوی آدم ها واسته و سعی کنه بهشون انگیزه و روحیه بده. سارا گفت آدما عوض میشن. سوکورو گفت درسته. آدما عوض میشن. و اصلا مهم نیست که یک زمانی چقدر به هم نزدیک بودیم و چقدر با هم ندار بودیم. شاید هیچ کدوم ما هیچ چیز مهمی از همدیگه نمی دونستی. سارا مدتی به سکر و خیره ماند. بعد پی حرفش را گرفت. در هر حال هر دوی اونا توی ناگویا کار میکنن. اساسا از روزی که به دنیا اومدن پا از شهر بیرون نذاشتن. مدرسه و دانشگاه رو که توی ناگویا رفتن کارشون هم توی ناگویاست. یاد دنیای گم شده کانندویل میافتم. ناگویا واقعا اینقدر جای خوبیه؟ سکرو جواب نداد ولی حال غریبی به او دست داد اگر اوزا جور دیگری پیش رفته بود شاید او هم تمام عمرش را اطراف ناگویا سپری می کرد و هیچ وقت هم زیر سوالش نمی برد. سارا ساکت بود. برگه ها را تا کرد و برگردان توی پاکت. پاکت را گذاشت سر میز و یک قلوب آب خورد. وقتی حرفش را از سر گرفت لحنش رسمی تر شده بود. حالا نفر آخر شیرو. یوزوکی شیران. متاسفانه آدرس نداره. سوکورو زیر لب گفت آدرس نداره. فکر کرد سارا چه حرف عجیبی زد. اگر گفته بود آدرس فعلیش را نمیداند میشد درک کرد. ولی اینکه بگوید آدرس ندارد عجیب بود. فکر کرد سارا در پرده چه میخواهد بگوید؟ شیرو گم شده بود؟ بی خانمان که نشده بود نه؟ سارا گفت متاسفانه شیرو دیگه توی این دنیا نیست. دیگه توی این دنیا نیست؟ به دلیلی یک آن تصویری از شیرو جلوی چشم سکورا آمد که سوار یک شاتل فضایی در فضا چرخ میزند. سارا گفت شیست سال پیش مرده. برای همینه که آدرس نداره. ولی سنگ یاد بود داره بیرون ناگویا. مجبور شدم اینو بهت بگم ولی خیلی سختم بود. سکرو زبانش بند آمد. جان از تنش خالی شد مثل آبی که از سوراخ کیسهی چکه چکه بیرون بریزد. سر و صدای پیرامونش کم شد و صدای سارا که تنها چیزی بود که به سختی به گوشش می رسید تنینی دور دست و بیمعنا داشت. انگار که از کف استخر بشنود. سرش را از توی آب درآورد. سرانجام باز توانست بشنود و کلمه ها دوباره معنا پیدا کردند. سارا داشت حرف میزد. جزیاتش رو که چطور مرده ننوشتم. فکر کنم بهتر خودت بفهمی. گیرم ممکنه کار وقت گیری باشه. سکرو ناخداگاه سرتکان داد. شش سال پیش؟ شش سال پیش شیرو سی سالش بوده. تازه فقط سی سالش بوده. سکرو خواست او را در آن سن و سال مجسم کند ولی نتوانست. فقط همچنان همان شیروی شانزده هفته ساله را می دید. قمی سنگین در برش گرفت. این دیگر چه خبر مزخرفی بود. یعنی حتی نمی توانست با او پیر شود. سارا از سر میز خم شد و دستش را دست کوچک و گرمش را به نرمی روی دست او گذاشت. سکرو از این لمس با محبت خوشحال بود و سپاس گذار. ولی حس می کرد است که در دور دست برای کسی دیگر اتفاق می افتد. سارا گفت خیلی متاسفم که اینطوری شد. ولی یه روز باید میشنیدی. سکرو گفت میدونم. البته که میدانست. ولی مدتی طول میکشید تا ذهنش پا به پای واقعیت بیاید. تقصیر کسی نبود. سارا نیم نگاهی به ساعتش انداخت و گفت من دیگه باید برم. پاکت نامه را به دست سکرو داد. از همه اطلاعات دوستات پرینت گرفتم. فقط اطلاعات اولیه و حد اقلی. از اینا مهمتر اینه که رو در رو ببینیشون. اینطوری خیلی بیشتر میفهمی چی به چیه. سکرو گفت واقعا ممنونم. مدتی طول کشید تا کلمه های مناسب پیدا کند و به زبان بیاورد. احتمالا باید بتونم خیلی زود بهت خبر بدم که کارا چطور پیش رفته. منتظر خبرت میمونم. در این مدت اگه کاری بود که از دست من برمی اومد حتما خبر بده. سکرو دوباره از او تشکر کرد. از کافه بیرون رفتند و خداحافظی کردند. سکرو توی خیابان ایستاد و سارا را تماشا کرد که با کت و دامن تابستانی قهوه‌ای ابریشمیش برایش دست تکان داد و لابلای جمعیت گم شد. سکرو دلش می‌خواست می‌توانست بیشتر با او باشد. وقت بیشتری با او بگذراند و سیر و سر فرصت با او حرف بزند. ولی سارا زندگی خودش را داشت که بیشترش هم خارج از دید بود. در جایی که سوکورو ازش خبر نداشت و کارهایی میکرد که هیچ دخلی به سوکورو نداشت. پاکت سارا را در جیب داخل کتش گذاشته بود. پاکتی حاوی خلاصه ای از زندگی چهار دوستش که به دقت شده بود. یکی از این چهار تا دیگر اینجا نبود. چیزی نبود جز یک مشت خاکستر سفید. فکرهای شیرو، نظراتش، احساساتش، امیدها و آرزوهایش همه و همه بی هیچ ردی ناپدید شده بودند. از او فقط خاطره مانده بود و بس خاطره موهای بلند صاف سیاهش انگشت های خوش تراشش روی کلیدهای پیانو نرمه های ساق پای سفید ظریف خوشایندش لومل دو پی زدنش نه اینها دیگر حتی خاطره هم نبود. چی بود؟ سکرو تصمیم گرفت بیش از این فکر نکند و سر از اینجا در نیاورد. کجا برود؟ سکرو تکیه داده به تیر چراغ برق خیابان توی فکر رفت که کجا برود. ساعتش را نگاه کرد. داشت هفت میشد. هنوز آسمان روشن بود ولی ویترین مغازه های خیابان دقیقه به دقیقه بیشتر روشن می و آبران را که در حال پرسه بودند اقوا می هنوز زود بود و سکرو کار به خصوصی نداشت. نمیخواست به خانه برود. دلش نمیخواست در جایی ساکت تنها باشد. هر جا دلش میخواست میتوانست برود تقریبا همه جا ولی هیچ جا به فکرش نمی رسید. فکر کرد یک وقتی مثل حالا خوب بود اگر می توانستم بیشتر مشروب بخورم. اینجور وقتها بیشتر مردها میرفتند توی اولین کافه و می خوردند و مست می شدند. ولی بدن سکورو بیشتر از مقدار مشخصی الکل را تحمل نمی کرد. الکل نه احساساتش را خفیف و رقیق می کرد. نه فراموشی مطبوعی به او میداد تنها چیزی که میداد سردرد ناجور فردا صبحش بود پس کجا باید برم فقط و فقط یک جا را داشت. در خیابان اصلی به سمت ایستگاه توکیو راه افتاد. از ورودی یایسو گذشت و در سکوی خط یامانوته روی نیمکتی نشست. بیش از یک ساعت همانجا ماند و تماشا کرد زنجیره واگن‌های سبز رنگی را که تقریباً دقیقه به دقیقه از راه می رسیدند. توی ایستگاه توقف می کردند، دست دست آدم بیرون میدادند و شتابان دست دست آدم های بیشمار دیگری را در خود می بلیدند. فکرش از همه چیز خالی قرق تماشای این صحنه شده بود. صحنه درد قلبش را کم نمی کرد. ولی این تکرار بی پایان مثل همیشه مسهورش می کرد و دست کم در حالی شبیه کرخی گذشت زمان را نمی فهمید. جمعیت بی وقفه آدم ها از ناکجا سر می رسیدند. خود به خود به صف می شدند. به ترتیب سوار قطارها می شدند و به جایی دیگر برده می شدند. سکرو فکر کرد واقعا چند تا آدم توی دنیاست و چند تا واگن سبز قطار. فکر کرد قطعا معجزه است این همه آدم با این همه واگن اینقدر منظم جابجا میشوند. انگار اصلا چیز مهمی نیست چطور این همه آدم جاهایی برای رفتن دارند جاهایی برای برگشتن ساعت شلوغی رو به پایان بود که سکر و تازاکی آهسته بلند شد سوار یکی از واگنها شد و به خانه رفت درد همچنان بود ولی حالا میدانست کاری هست که باید انجام دهد.